معرفی همسر واقعی آقای پرویز صیاد، نویسنده، بازیگر و کارگردان خوب ایرانی و بیوگرافی ایشون. با ما همراه باشید. آقای پرویز صیاد بازیگری هستند که همیشه پرطرفدار و محبوب بودند. قبل از انقلاب مخصوصا با مجموعه صمد آقا طرفدارانش صدها برابر شدند. و البته در مورد همسر واقعی آقای پرویز صیاد همیشه شک و شبهه و شایعات زیادی وجود داشته. خیلی ها می گفتن سر پروژه صمد آقا پرویز صیاد با شهناز تهرانی با هم ازدواج کردند. بعد از اون هم عکس های زیادی از پرویز صیاد در کنار هنرمندانی منتشر شد مثل شهره قدوشلو و ایریا پیک که گفته می شد اینها همسران پرویز صیاد بودند و یک دوره با ایشون ازدواج کرده بودند. و اما آقای پرویز صیاد یک همسر دارن که از آشناهای دورشون بودن و اسمشون هم خانم پروینه. اونها صاحب دو دختر به نامهای مریم و بنفشه هستن که مریم صیاد بازیگر و در زمینه تئاتر و نمایش فعالیت میکنه و بنفشه صیاد هم در زمینه رقص فعالیت میکنه. پرویز صیاد متولد 1 فروردین 1318 در لاهریجانه و فارغ التحصیل اقتصاد در دانشگاه تهران هستند. ایشون کار هنریشون رو در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه شروع کرده و در سال 1337 وقتی که دید شعر و داستان کوتاه هیچ طرفداری نداره شروع کرد به نمایش نام نویسی. سینمای حرفه‌ای رو سال 1338 با فیلم میمیرم برای پول به عنوان نویسنده ترجمه کرد. خودش گفته هیچ وقت کسی نبود که سفارش قصه کوتاه و شعر رو بده، اما همین که نمایشنامه نوشتم گروه های نمایشی صف می کشیدن برای نمایشنامه ها. برای همین این کار رو ادامه دادم. بعد از اون هم همکاری خودم را با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک پردهی در تلویزیون ملی شروع کردم. ایشون در سالهای اوج جوانیشون با خانم پروین ازدواج کردن. پرویز صیاد با شخصیت صمد آقا بسیار خوش درخشید و معروف و موندگار شد. پرویز صیاد در قالب نقش صمد آقا فیلم‌های طنز و تند و تیزی ساخت و در انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی و طراحی چهره پردازی هم انجام داده. ایشون چندین و چند کتاب هم نوشتن و چاپ کردن. پرویز صیاد بین سال 1346 تا 49 نویسنده سریال 200 قسمتی پربیننده سرکوستوار بود که یه نقش کوتاه گذرا به نام صمد رو هم در اون بازی کرده. همین نقش کوتاه انقدر مورد استقبال قرار گرفت که باعث شد یک سال بعد از اون پرویز صیاد سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان رو کارگردانی و بازی کنه و از تلویزیون پخش شد و حسابی پربیننده شده بود. اون با این سریال و نقش صمد به شهرت عجیبی دست پیدا کرده. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی رو برای مردم به ارمغان آورده که آخرینش صمد گور به گور می شود نام داشت. انقلاب شد و ایشون که مدتی قبلش که برای آماده سازی فیلم جدیدش به لندن سفر کرده بود مجبور شد با تغییر اوضاع سختگیری های حکومت جدید برای هنرمندان و همکارانش در ایران همونجا موندگار بشه و بعد از لندن هم به آمریکا مهاجرت کرد. اونجا هم کارشو در تئاتر و تلویزیون ادامه داد. پرویز صیاد در کارنامه‌اش 17 فیلم نامه، 13 کارگردانی فیلم سینمایی و 33 عنوان بازیگری رو داره. البته ایشون کارهای مثل کافشو رو هم برای تلویزیون کار کرده بود و در سریال به یاد موندنی دایی جان ناپلئون هم ایفای نقش کرده بود. توی تعداد زیادی از نمایشنامه‌ها و تئاترها هم نقش‌آفرینی کرده که البته همه اونها طنز و کمدی نبودن. برای مثال فیلم فرستاده که 5 سال بعد از انقلاب در آمریکا ساخته شد اولین فیلم بلند پرویز صیاد بعد از انقلاب محسوب شد. این فیلم برنده جایزه یوزپلنگ برنز از جشنواره فیلم لوکارنو شد. ایده فیلم فرستاده مربوط میشه به اتفاق واقعی ترور علی اکبر طباطبایی، فردی وابسته به سفارت ایران در آمریکا که سال 59 توسط یک مأمور وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به نام داوود صلاح الدین که در آمریکا کشته شد. پرویز صیاد اصولا یک بازیگر و کارگردان سیاسی محسوب میشه و حتی در فیلمنامه‌ها و تئاترهای ایشون هم رگ تند و تیزی از سیاست دیده میشه. ایشون با الهام از فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان نمایشی به نام محاکمه سینما رکس ساخت و کارگردانی کرد
که خیلی ها از این تئاتر بعداً تعجب کردن و حتی شوکه شدن، چون بعد از این تئاتر بود که واقعیت ماجرا اعلام شد، متهمانش اعدام شدن. اون در این باره گفته: وقتی سینما رکس آتیش گرفت من در مونیخ بودم و از طریق یکی از دوستانم در جریان ماجرا قرار گرفتم. به عنوان عضوی از خانواده سینما این فاجعه رو من خیلی تاثیر گذاشت، به خصوص از این نظر خیلی براشفته شدم که کسانی که خبر رو به من میدادن با اطمینان کامل میگفتن که کار ساواک و شاهه. من ازشون پرسیدم از کجا اینقدر مطمئن هستید که کار ساواکه؟ اونها هم میگفتن روزنامه ها که چیزی ننوشتن، ولی به ما گفتن باید اینجوری بگیم. و این حرف ها رو سرپوش گذاشتن روی اون فاجعه از اول برای مقاصد سیاسی بود، تا اینکه 2 سال بعد دادگاه متهمان پرونده برپا شد. یکی از شاهدان عینی این واقعه به نام مستعار در لندن خبری منتشر کرد. با خواندن اون از جزئیات اتفاق با خبر شدم و از اونجا بود که تصمیم گرفتم اون رو به صورت یک نمایشنامه در بیارم. ولی فقط به اون نوشته ها اکتفا نکردم، کلی در مورد این مسئله تحقیق کردم. هر روز به کتابخونه کنگره میرفتم و نشریات و مطبوعات مربوط به آن روزها میخوندم. با بازماندگان، قربانیان و مسئولین وقت شهربانی و غیر آبادان در لس آنجلس هم تماس گرفتم و از هر کجایی که میشد در موردش اطلاعاتی رو به دست آوردم و حاصل این همه تحقیق و گفتگو نوشتن ماجرای نمایشنامه بود که به صورت ویدیو هم منتشر شده بود و بسیار هم سیاسی و تاثیرگذار بود. یکی دیگه از کارهای معروف پرویز صیاد که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم یک پوینت بود که به فارسی هم ترجمه شد. این فیلم که 6-7 سال بعد از انقلاب ساخته شده، یکی از پیامدهای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران پرداخته که طبق فرمان ویژه کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا و ورود ایرانیان به آمریکا ممنوع اعلام شده بود. پرویز صیاد در این باره گفته: در 2 موردی که به لغو ویزای ایرانی ها از سوی دولت آمریکا منجر شد، چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان ترامپ، عکس العمل دولت آمریکا بوده نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی و دودش فقط به چشم مردم عادی رفت. مقامات دولتی به هر حال راهی برای سفرهاشون دارن، مثل سفر با پاسپورت دیپلماتیک یا حتی جعل پاسپورت، و این مردم عادی هستن که همیشه باید تاوان این سیاستمدارها رو پس بدن. پرویز صیاد در آخرین نقش تلویزیونیش در کانال من و تو در فیلم دروغ 12 ایفای نقش کرد و بعد هم در مصاحبه گفته مشغول نوشتن و چاپ کردن کتاب خاطراتشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما نظراتتون را برامون کامنت کنید و ممنونم از شما بابت لایک و سابسکرایب کردن کانال.